خب در مورد برش سطح تصویر داشتیم صحبت میکردیم. من رجوع میکنم به کتاب طراحی گرافیک آرمین هافمن که قبلا هم اشاره کردم، کتاب بسیار خوبیه در حوزه مبانی تجسمی. و الان نمونه‌ای که دارین در تصویر میبینین دقیقا سطح دایره به شکل‌های مختلف برش خورده. یه بار از یک سمت برش خورده، یه بار از دو بخش برش خورده، از جهات مختلف این رو برش دادن، سطح برش داده شده برای اینکه شما ببینید چقدر امکانات. و این تمرین میتونست همینطور ادامه داشته باشه، یعنی هدف از این تمرین اینه که شما همطور که گفتم صرفا نگاهتون معطوف به یه چند سطح ساده نباشه و بدونید که چقدر کارهای متنوع و زیبایی میشه با سطح انجام داد. چون شما با همین تمرینای پایست که میتونید خلاقیت خودتون رو بسنجین و اتفاقا وقتی در همین تمرین های ساده بتونی خلاقیت داشته باشین و جرأت و جسارت تمرین های متفاوت تری رو از خودتون نشون بدین، در آینده هم قطعا میتونین آثار متفاوت تری رو خلق بکنین. یا در تصویری که داریم میبینین به اصطلاح فرم دایره برهی زده شده و البته مقدار کمی از المان خط و عنصر خط هم استفاده شده توش و همطور که میبینید یک فرمی شبیه فرم حلزون اینجا ایجاد کرده. یا تو تصویر پایینی فرم دایره برش خورده شده و همون فرم از بزرگ به کوچیک داره حرکت میکنه. همین به اصطلاح خلاقیت در کار باعث شده که در تصویر احساس حرکت ایجاد بشه. همطور که میبینین همون فرمه ولی کوچیکتر شده، جهتش تغییر کرده و احساس حرکت رو در مخاطب ایجاد میکنه، برای مخاطب ایجاد میکنه. یا در تصویر صفحه بعد خب خیلی راحت‌تر عمل کرده، یعنی از برش‌های هندسی استفاده نکرده، ماده برش های خیلی ارگانیک و آزادی رو در سطح تصویر ایجاد کرده، به فرم های جالبی رسیده. و نکته اینه که شما تک تک اینا رو میتونین روی یه تمرینی انجام بده، یعنی در یه کادر جداگانه به عنوان مثال این کار رو بگیرین، بیان توی یک کادری تکرارش بکنین، کوچیک بشه، بزرگ بشه، دچار تجمع، تفرق و حتی فشردگی و مفاهیمی که تا حالا در موردش صحبت کردیم، تک تک اینا رو میتونین در موردش تمرین داشته باشین و روش کار بکنین. نمونه دیگه باز در این تصویر، هنرمند با بهره گیری از سطح به فرم سنگ رو خواسته تدایی بکنه در طبیعت. همجور که میبینین سطوح مختلف رو استفاده کرده و با ایجاد کردن سطوح با رنگ مخالف، یعنی سیاه و سفید، حالا نگاتیوش، و با ایجاد کنتراست و تضاد تونسته این فضاسازی رو ایجاد بکنه. یا در تصویر صفحه بعد همطور که میبینی احساس خورده شدن این برگ در صفحه دیده میشه. در نمونهای بعدی هم ما میبینیم که از همین ترفند استفاده شده و حتی برای بسته‌بندی محصول ازش استفاده شده. در تصاویر بعدی هست، من بهتون الان نشون میدم اینهاش. ببینیم اینجا نمونه قبلی رو که دیدین، الان در این نمونه از سطوح سفید در کنار سطوح سیاه استفاده شده و به قدری تراکم سطوح سفید زیاده که همجور که میبینین بیشتر زمینه از سطوح سفید پر شده و یه بخشا و لکه های سطوح تیره باقی مونده. اگه خوب دقت بکنین یه برگی رو میبینین که توسط حشرات خورده شده و دقیقا ایده هدفمند بوده، به خاطر اینکه همطور که در تصویر صفحه بعدی دارین میبینین از این ایده برای بسته‌بندی محصول حشره‌کش استفاده شده. یعنی با اینکه شاید یه تمرین خیلی ساده‌ای به نظر بیاد ولی
شما دارین میبینین، من برای همین دارم بهتون نشون میدم که کاملا مواردی هستش که در بسته‌بندی محصول فقط از سطح استفاده شده، حتی رنگ هم در اینجا کاربردی نداشته. یا نمونه بعدی دوباره اینجا برش سطح هست و رسیدن به یک سطح جدید و خلاقانه و تکرارش در فضای تصویر. در اثر بعدی سطح بهانه‌ای بوده که بتونه یک فرمی رو باهاش ایجاد بکنه. همونجوری که می‌بینیم فرم‌ها به اصطلاح با بهره‌گیری از فلزات مختلف و ابزارآلات مختلف هست. هم در این تصویر هم در تصاویر صفحه بعد اومده با استفاده از سطح و فرم فلز، یعنی فرم فلز رو استفاده کرده و به عنوان سطح ازش استفاده کرده، برای کارخونه به اصطلاح فلزالات اومده استفاده کرده و دارین نمونهاش رو میبینین. ساده شده فرم فلزات در قالب سطح. خب یا در نمونه‌ای که الان من میخوام به شما نشون بدم، کاربرد سطح و البته خب به بهره گیری از خطوط هم ما در این اثر میبینیم، خطوط حالا مورب عمودی و افقی هم کاربرد داره در خلق این اثر، ولی عمده کار با بهره گیری از سطوح سیاه و سفید و کنتراست و تضاد اینا شکل گرفته. خب خود کنتراست و تضاد هم مبحث بسیار مهمیه که ما در آینده باز بیشتر در مورد صحبت میکنیم و این کار رو با مفهوم راه آهن و وسایل نقلیه خلق کرده و سعی کرده از طریق تکرار فرم‌ها در بخش پایینی کات حس حرکت رو به بیننده منتقل بکنه. خب. نمونه ای از کاربرد سطح رو در این صفحه می‌بینین که تمرین‌های مختلفی رو با سطوح کوچیک و بزرگ انجام داده. اما یه نمونه جالب دیگه ای که در اینجا می‌بینین کاربرد سطح برای کارخونه مدادسازیه. این همطور که میبینین خیلی ساده با بهره‌گیری از سطح و فرم مثلث و سطح مستطیل و ایجاد کنتراست بین فضای مثبت و منفی و البته خلاقیتی که در فرم بلند و کوتاه قرار گرفتن مدادها انجام داده، تونسته این کار رو خلق بکنه. یا در نمونه بعدی دوباره استفاده از شکل فرم هایی مثل قلمو و مثلا قلم فلزی، اومده از فرم ساده شده اونو استفاده کرده و در قالب تمرین سطح ازشون استفاده کرده و بعد هی با این سطوح بازی کرده، صرفا همه رو صاف کنار هم قرار نداده و سعی کرده یکم مورب اینا رو بگیره که احساس پویایی بیشتری در کادر به وجود بیاد، چون همطور که گفتیم خطوط مورب این حس رو با خودشون دارن. یا به عنوان مثال دوباره از همون نوکای قلم فلزی اومده استفاده کرده و یه سری سطوح رو داره تمرین میکنه. حالا اینجا یه سری ترکیب بندی ایجاد کرده با سطوح. بعد تو تمرین بعدی اومده فضاهای پرتر و خالیتر رو تمرین کرده با همون سطوح، یا مثلا در این نمونه میخواد حس فشردگی رو به ما منتقل بکنه. همجور که در این تصویر دارین میبینین سطح در بخش پایین کات فشرده است و در بخش های بالایی مقدار رها شده و فضاهای منفی بیشتری دیده میشه. منظور از فضای منفی که من میگم این سطوح سفیدی که لابلای کار دیده میشه، یعنی فضای مثبت الان این کاراکترهای اصلی ما و تیرگی هستن و فضای پشت فضای منفی محسوب میشه که بخشی در اون ترسیم نشده. و خب نمونه بعدی که میخوام بهتون نشون بدم استفاده از سطح با ایده مورچه، یعنی هنرمند اومده موضوع کارش رو مورچه انتخاب کرده ولی نه در جهت ساخت و ساز، اون رو ساده سازی کرده و به شکل ساده شده
پیاده کرده و به شکل سطح درش آورده و داخلش رو رنگ گذاری کرده و در کنتراست با سطح سفید پشت ما الان داریم کار رو نگاه میکنیم. تمرین های مختلفی انجام داده و در نهایت این کار رو برای بسته‌بندی این هم یک نوع حشره کش و سم هست برای مورچه ها اومده این رو استفاده کرده. من این رو بهتون نشون میدم برای اینکه بدونین درسته خب آثار مختلفی خلق میشه ولی در حوزه هنرهای تجسمی، اما به غیر از رنگ که ما هنوز وارد اون مبحث نشدیم، با بهره گیری از همین عناصر ساده مبانی هنرهای تجسمی داریم میبینیم که نمونه هایی در قالب بسته‌بندی در قالب آثار تجسمی نقاشی خلق شده و من نمونه هاشو به شما نشون دادم. یا نمونه دیگه که اینجا هست من بهتون نشون میدم، دوباره به کارگیری سطح دوباره برای محصولات برقی هستش، همجور که دارین در تصویر میبینین. خب خیلی باید تمرین داشت، خیلی باید کار کرد. قاعدتا ببینین خود این سطح چقدر زیبا چرخیده حرکت کرده و چشم از بالای کار به پایین کادر هدایت میشه. اینا همه مستلزم تمرینه، یعنی در سر تمرین و فعالیت زیاد شما کم کم پیدا میکنین مسیرهای مناسب رو. یا در این صفحه باز نمونه هستش که با فرم کلید اومده و سطح رو داره تمرین میکنه، مورد تمرین قرار میده. در هر دو صفحه دارین میبینین که به اصطلاح بهانه یه برای کار کردن و شما میتونین حتی از موضوعهای دیگه هم استفاده بکنین، یعنی هر موضوعی رو که دوست دارین به غیر از سطوح هندسی استفاده بکنین. الان ببینین نمونه دیگه که من میخوام اینجا به شما نشون بدم، مثلا از یه موضوع طبیعت بیجان یا همون اشیای بیجان استفاده شده، چیده شده، از روش طراحی شده، ساده سازی شده و بعد به شکل سطح مثبت منفی یا همون سیاه و سفید ازش استفاده شده. یا مثلا اینجا یه سطح برگ رو همون تمرینی که در مورد صحبت کردیم، برگ رو اومده توش برش هندسی ایجاد کرده، میتونست غیر هندسی هم برش بزنه و این فرم ارگانیک از توش در بیاره و بعد اصلا خود این سطح رو به یه شکل خیلی زیادی، این الان یه تک برگه ولی میتونست همینو در درون یه کادر به تعداد خیلی زیادتری تکثیر بکنه، اینا کوچیکشن، بزرگشن، دارای ریتم بشن، که حالا ریتم رو باز بیشتر من بعدن در مورد صحبت میکنم که مبحث خیلی مهمی هم هست در هنرهای تجسمی. یا به عنوان مثال من میخوام یه نمونه ای از کتاب چگونه عکس ببینیم رو بهتون نشون بدم که شما ببینین که هنرهای تجسمی صرفا مختص به یک مبحث نیست و الان همین عکس رو که ببخشید سطح رو که ما داریم در مورد صحبت میکنیم شما دارین در دو نمونه عکس میبینین. در عکس تصویر بالا فقط و فقط کاربرد سطوح رو دارین میبینین و همینطور در تصویر پایینی، یعنی هنرمند برای خلق اثر خودش بهانه کارش و موضوع کارش رو سطح قرار داده. یا به عنوان مثال دوباره عکسی از دیوید فین هستش که با بهره گیری از سطوح اثر خودش رو ثبت و خلق کرده. خب نمونه هایی از کاربرد سطح رو الان با هم مرور میکنیم. نمونه های مختلفی رو من قبلا بهتون باز نشون دادم و الانم چند نمونه رو با هم مرور میکنیم. همونطور که در تصویر میبینین استفاده از سطوح مختلف باعث شده که این اثر به وجود بیاد. طبیعتا وقتی که ما رنگ خاکستری نداریم و فقط سیاه و سفید داریم، سطوحی که کار میکنیم و کلن مباحثی رو که پیش میبریم از بیشترین میزان کنتراست یا تضاد برخوردار هستن. تضاد رو بعدن باز بیشتر در مورد صحبت میکنیم ولی همطور که میبینین کاملا بیشترین تضاد بین سیاه و سفید در همین تمرین های سطح مشاهده میشه و سر شده در این کار که تعادل ها تناسب ها رعایت بشه و تقسیم
لکه های سفید در کنار تیره و سیاه به خوبی انجام میشه. در اینجا دوباره کاربرد سطح رو میبینین، سطوح هندسی سیاه در کنار سطوح هندسی سفید، که علاوه بر این که یعنی ببینین شما یه تمرینی که دارین پیش میبرین، فقط نمیشه گفت این تمرین تمرین سطحه. بله، شما دارین سطح رو در قالب این تمرین پیش میبرین و روش مطالعه میکنین، اما همزمان مفهوم کنتراست رو در خودش داره و مفهوم ریتم رو هم داره. همطور که میبینین فرم ها با یک نظم یک نواخت و یک ریتم یک نواختی در کاد مشاهده میشن و اجرا شدن. در این اثر استفاده از سطوح رو میبینین، سطوح پایه‌ای که فرد استفاده کرده سطح مثلثه. اتفاقی که در این تمرین پیش اومده، سطوح وقتی که روی هم دیگه قرار میگیره، یعنی شما دارین میبینین که مثلثی که روی مثلث دیگه قرار گرفته به عنوان مثال در این وسط کادر، اون بخشا رو با توجه به خلاقیت خودش اومده روشن گرفته که یک تنوعی در سطح ایجاد بکنه. چون من قبلا هم گفتم تمرین در این حوزه بسیار گسترده است، یعنی شما از تلفیق سطوح هندسی گرفته، سطوح غیر هندسی، برش دادن سطوح، میتونین به سطوح خیلی متفاوت و مختلفی دست پیدا بکنین که قبلا در مورد صحبت کردیم. الان اینجا با روی هم انداختن دو تا سطح تونسته به یه موضوع بامزه برسه، یعنی ظاهرا دو تا مثلثه، ولی وقتی جاهایی که سطح ها رو هم تلاقی پیدا کردن، اومده اون بخش رو سفید گرفته. همین باعث شده که یک کار بامزه‌ای بشه و یه تنوعی در تمرین سطح باشه برای کسی که میخواد در این حوزه فعالیت داشته باشه. دوباره کاربرد سطوح رو میبینین، مثل تمرین قبلیه، یعنی دوباره جاهایی که سطح ها رو هم تلاقی پیدا کرده رو روشن در نظر گرفته و این خودش تنوع خوبی ایجاد کرده در سطح. و نکته دیگه، کاملا از مبحث کوچیک و بزرگ شدن سطح کمک گرفته. همطور که میبینین سطوحی که بزرگترن رو ما در پلان جلو و در نمای جلوتر میبینیم، ولی سطوحی که ریزترن رو در فضای دورتر، یعنی کاملا تونسته با یه تمرین ساده عمق تصویری به وجود بیاره. پس فرم ها جلوتر دیده میشن و برخی در عقبتر دیده میشن. خب، دوباره اینجا یه تمرین دیگه ای از سطح هست. همطور که میبینین سر شده موازنه تیرگی و روشنی ها توی کار به خوبی رعایت بشه و تنوع سطوح رو میبینین، همین کوچک و بزرگ شدن ها و تغییر جهت، چون خود تغییر جهت در این مبحث خیلی به ما کمک میکنه که کسالت بار نشه تمرین و بتونین تجربیات متنوع تری رو داشته باشین. یا این اثر نمونه ایه که برش داده فرم رو، یعنی به عنوان مثال شما ببینید مثلث ها رو داریم میبینید که توش بیزی برش داده، اگر خوب دقت بکنی، یا تو گوشه هایی از کاد، تو بخشی از جاهای دیگه دوباره همپوشانی صورت گرفته، یعنی دو تا سطح روی هم افتاده و اونجا روشن گرفته. و تو بعضی هم که فرم نیم دایره رو به عنوان برش استفاده کرده که باز نمونه های قبلیش تو تصاویری که من بهتون نشون دادم وجود داشته. خب این هم باز کاربرد سطح با همون مفهوم با همون روش، ولی خب سعی کرده که یه خورده حرکت ایجاد بکنه و بعضی از جاها مثل پایینای کادر ما کار رو سنگین تر فشرده تر و هرچی به سمت بالای کادر میره این به اصطلاح بازتر میشه و منبسطتر دیده میشه، یعنی در اصل از یک فضای فشرده داره میره به سمتی که رهاتر دیده بشه در بالای کادر. و این هم یه نمونه دیگه مجدد از استفاده از سطح. ببینید در مقایسه با کار قبلی این کار
الان کنتراست های بیشتری، تیرگی های میزان تیرگی بیشتری توی کار دیده میشه، ولی حالا توی این تمرین ما سطوح سفید رو غالب میبینیم. یعنی اینا تمام تجربیاتیه که خودتون میتونین داشته باشین. توی کاری میزان تیرگی ها بیشتره، توی کاری میزان سطوح سفید روشن‌تره، ولی هر کدوم اینا رو که میخواین پیش ببرین بعد به این نکته توجه داشته باشین که تمام مواردی که ما بهش اشاره کردیم در یک ترکیب بندی مناسب، یعنی عناصر رو چجوری کنار هم بذارین که اون تعادل ها و تناسب ها خوب استفاده بشه و تمام اجزا کمک کنن که یک کل منسجمی رو به وجود بیارن رو در نظر بگیریم و حتما بهش فکر بکنیم. این هم بازی نمونه دیگه از همین مبحثه که میبینین کوچیک و بزرگ میشه فرم، و اینجا باز استفاده از ساعت هست که هم احساس حرکت رو ایجاد میکنه، هم یه مقدار یک کمی خشنتره به نسبت اگر شما بخواید این تمرین رو حتی با جایی که خطای منحنی داریم یا سطوح منحنی داریم بخواییم مقایسه بکنیم، خب چون نزدیک میشه حتی به موضوع خطوط مضرس یه مقدار هیجانش بیشتره و حتی یه مقدار خشونت بیشتری توی این سطوح دیده میشه.